این بخش اطفال شفاخانه حوزوی هرات است که به تازگی از سوی بنیاد بیاد بازسازی و ترمیم شده است. مسئولان این بنیاد در غرب کشور میگن تمام بخش های این شفاخانه رنگامیزی و دروازه های آن ترمیم گردیده است. لکه تست چی معلوم است در بیاد فاندیشن در خواست که در پچول افغانستان که خیریه کارون سویدی لکه خصوصا تست معلومیر چی په هرات ولایت که زلزل زپول در پار مرسته ورسوه او همچنان د افغان بیسیم د خواڅخه یو انتن یا سایت هم فعال سو او دا غسی په ټول افغانستان کې یا په ټول ولایتو کې خصوصا چې کم ځایو کې طبیعي مشکلات راځي خلکو سره مرستي سوي دي. با این حال مسئولان محلی در مراسم گشایش بخش اطفال این شفاخانه میگویند میزان مراجعه مریضان به این شفاخانه خیلی زیاد است. با سازی بخش اطفال شفاخانه حوزوی این ولایت میتواند مشکلات آنها را در قسمت کمبود جای تا حدود رفع بسازد، اما نیازمندی این شفاخانه به خاطر تداوی مریضان زیاد می باشد. باید فاوندیشن یا باید بنسټ چې یو نړۍ مننه چې په دې برخه کې همکاري کړې ده او دې ته یې زمینه سازي وکړه چې موږ زموږ هیوادوالو د اطفالو په برخه کې ستونزه درلوده تر یوه اندازې پورې مو وکولی شي چه حل سی. دکتران در این شفاخانه میگویند بخش های مختلف شفاخانه حوزوی این ولایت نیاز به ترمیم و بازسازی دارد. نسبت به مراجعه زیاد مریضان اما جای کافی وجود ندارد. تنها در بخش اطفال این شفاخانه روزانه تا 800 مریض مراجعه میکند. بنان این بخش از شفاخانه به همکاری مالی بنیاد بیاد بازسازی شده و حالا آماده تجهیز میباشد. بر اساس تفاهماتی که به وجود آمده بود، مؤسسه محترم بیات لیلی انستیتو علوم صحی هرات موقتا به دسترس شفاخانه اطفال گذاشت شد و چند اتاق از اون رنگ‌آمیزی و ترمیم کردن تا بتونه بار سنگین مریضای اطفال را از دگی بخشا کم بسازه. بر اساس بررسی که ما قبلا کردیم از این بخش لیلیه بودن 50 مریض ظرفیت داره که با به هر اتاق از دو طفل را جابجا بکنیم. انشالله میتونه که به صورت موقت مشکلات مریضا ما مرفوع بسازه تا انشالله که ما یک شفاخانه کمپلکسی بیزون داشته باشیم، چون هرات یک شهر مرزی هست و از ولایت همجوار مثل فرا و غور و با عطان نیمروز ما قرنه و ما مریض داریم. بنیاد بیاد همواره در بخش‌های مختلف و ویژه کمک‌های بشردوستانه در حوزه غرب کشور همکاری لازم داشته است. مردم در این حوزه خواهان تداوم این همکاری‌ها می‌باشند.